اما سوال 16، کدوم شرط سیستم این درست؟ میگه آنتیبادی وصل میشه موجک باکتریا، باعث میشه اون موجکاشون کمتر فعالیت کنن و فاگوسایت ها به اصطلاح کار برشون راحت بشه که در واقع بیان اونا رو ببلعن، این گلف کنن. این جمله قشنگیه، ولی اینجا کارو سیلیا خراب کرد. بعد میگه فلاجلا. بچه ها نگاه کنید، باکتری ها خب فلاجلا دارن، بعد آنتیبادی میاد وصل میشه اینطوری به این فلاجلا و نمیذاره این حرکت کنه. فلاجلا حرکت نکنه، خب باکتری نمیتونه حرکت کنه، اینه چیز میمونه، اینه پره های قایق میمونه که حرکت میکنه و اونو حرکت میده. این وقتی حرکت نکنه باکتری حرکت نمیکنه، باکتری ساکت میمونه و فاگوسایت اصلاحی بیگانه خار سریم اینو میخورن، این دیگه نمیتونه دستشون در بره. پس این جمله درست میبود در ساعتی میگفت فلاجلا، باکتری ها سیلیا ندارن، حواست باشی. میگه که تی هلپر میتونه در واقع سایتوتوکسین در واقع تولید کنه در برابر عفونت. بچه سایتوکاین تولید میکنه، سایتوکاین در واقع تولید میکنه که سایتوکاین بالا بهتون گفتم چیکار میکنه، وظیفه‌شو بهتون گفتم، نه سایتوتوکسین. سایتوتوکسین بر عهده تی کیلر سایتوتوکسین تولید میکنه. سایتوتوکسین هم باعث میشه که تو سلای سرطانی آلو ویروس فرآیندهای آپاپتوزیس یا مرگ برنامه ریزی شده به راه بیافته. پس این باید سایتوکاین میگفت نه سایتوتوکسین. میگه واکسن یک مثالی از در واقع آرتیفیشیال اکتیو ایمیونیتیه. اکتیو ایمیونیتی یعنی در واقع ایمنی که توش تو بدن پاتن تولید بشه، نه اینکه پاتن آماده، پاتن تولید بشه. آرتیفیشیال یعنی فرآیند نشال طبیعی نیست، مصنوعیه. این میشه در واقع آرتیفیشیال اکتیو ایمیونیتی که واکسن دقیقاً مثالی برای اینه. آقا یه مثال میزنیم ما نچرال اکتیو ایمیونیتی هم ببینیم. بله، توی نچرال اکتیو ایمیونیتی مثلا میری کنار کسی که کرونا داره میشینی، اون ویروساش یکم وارد بدنت میشه، تو بدن در برابر اون ویروس مثلا پاتن میاد تولید میشه. این طبیعیه، این فرآیند مصنوعی نیست. وقتی که نشه نشستی ویروس پاتوژن به طور طبیعی وارد بدن شده، ولی واکسن به طور طبیعی نیست، ما داریم اینجکت میکنیم. تو آرتیفیشیال یا مصنوعی ما اینجکت یا تزریق رو داریم، فرآیند نرمالی نیستش. فرآیندی که تو آزمایشگاه انجام میشن واکسن میزنیم یه دکتری، فرآیند نچرال در واقع نیستش. این در واقع مثالی که زدم برای کرونا میشه نچرال اکتیو ایمیونیتی. آقا یه موقع از سرم میزنیم تو سرمت پاتن آماده است، اون میشه چی؟ اون میشه پسیو ایمیونیتی. توی پسیو در واقع پاتن تولید نمیشه، پاتن آماده وارد بدن میشه، که مورد درستیه. میگه آنتیبادی ها ساختار چهارم دارن، کاملا درسته. آنتیبادی ها پروتئینی هن، حالا هرچند که توشون قند هم میتونیم ببینیم، و ساختارشون ساختار چهارمه. چرا؟ چون بیش از یک زنجیره رشته در واقع پلیپپتیدی دارن یا رشته پروتئینی دارن. بیا ساختارش هم اتلا برات آوردم، ساختار در واقع آنتیبادی. یه مثلا اینجا میبینی یه زنجیره، یه زنجیره، یه زنجیره، یه زنجیره. خب ساختارش ساختار چهارمه دیگه. زنجیره با پیوند دیسولفیدی اینطوری به هم وصل شدن. این ناحیه هم بهش میگیم variable region یا ناحیه متغیر. چون اینجا متغیره، چون ممکنه اشکال مختلفی داشته باشه برای اتصال به آنتیژن، ولی قطعا این هم، یعنی اگه اینجا این شکلیه اینجا هم این شکلیه، اگه اینجا این مدلیه اینجا هم این مدلیه. و COD گزینه 4.